در این برنامه دیدار داریم با یکی از دختران موفق افغان، هم نقاش، هم رسام و هم محصل رشته انجینری ساختمانی. فیزیک و ریاضی و ساینس اینا زیاد علاقه داشتم. ساختمانی قسمی است که نقاشی و ریاضی یک جا میشه. کسی که روی نقاشی هایش رسانه های بین‌المللی بحث و تبصره کرده است. شبکه خبری که مصاحبه داشتم با معتبر سی ان ان بود، از تلویزیون انترنشنال برزیل بود. نقاشی ها با پیام های بزرگ و حکایت های تلخ و شیرین، نقاشی که همه ما را گریاند. و تصویر را که رسم کردم مخصوصا دخترکی که امون روز جان داد بسیار آلت خراب شد. یک نقاشی را جور میکنم با امید از اینکه این شادترین نقاشیش باشد. قصه تلخ یک ملت به نام افغانستان بیان میکنم. ای در رابطه با بسته شدن مکتب دخترها است. موها واقعی است. حال چیز نگویم مرا به خدا لم میترسی از بس که واقعی جور شده. قصه های از وطن و آشپزی. خب بسیار مزه‌دار. این همی آخری دیگه سارا جان، برو که باز دیگه میمان نبیه. نام خدا همی نان غذای افغانی. از کل صنف همه میکشیم نقاشی جان. این شکه که ما نامش چیز هست دیگه هم دم اومد همیشه در اتاق ما هم رسومی کردیم. ببینین که چطور است. دیدار وطندار با سارا رحمانی. زندگی موفق با حفیظ. بازودی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، با دیدار وطندار بسیار خوش آمدین. من حفیظ محمدی هستم. امروز دوستا در محوطه و فضای پوانتون هستم، یکی از پانتونای بسیار مشهور به نام American River College که در اینجا قصه و داستان یکی از دخترای موفق برای شما در این برنامه گنجانیدیم که انشاءالله صحبت های بیشتر خواهد داشتم. من هم منتظرشان هستم چون مصروف درس هستن و ساعت های درسی است، یک ساعت قبل تر شاید بیان و بریم به طرف خانه و ای که داستان و قصه زندگی از این دختر موفق چگونه هست در برنامه دیدار وطندار با ما همراه باشین. سارا جان وقت درست نگرفته باشم، انشاءالله صحتمند هستی. خواهش میکنم زنده باشین. فضل خدا. سارا جان بسیار تشکر بازم از وقتتان. از این قصه کنیم کوتاه، یک چند لحظه صحبت کنیم در فضای پانتون شما که مکتب در کجا خواندین، همی سلسله درسایتان در آمریکا آغاز شد یا آغاز شده بود در اینجا پانتون شروع کردین؟ نه خیر نی، خب مکتب دوران ابتدایی و متأثر در تاجیکستان مکتب ایرانی خواندم، تقریبا 12 سال اونجا. صرف اول در تاجیکستان خواندم؟ بله. خواندم. باز از اونجا افغانستان آمدیم دیگه، اونجا باز پنتون خواندم 4 سال در رشته انجینری. خب باز بنابر یک سلسله مشکلات که بود اینجا اومدم نشد دیگه مو ترانسکریپت اینا را اینجا اوالیویت کنم. باز دیگه دوباره مجبور شدم از سر بخونم. خب سال دیگه بخیر انشالله از اینجا فارغ میشم. خب غم خوردی زیاد علاقه به ریاضی داشتم، بهترین آپشنش دیگه ساختمانی بود چون علاقه ساختمانی قسمی است که نقاشی و ریاضی یک جا میشه. این فاکولته امریکن ریور یا دریای امریکا نام از یک نام جالب است. بیشتر افغان ها اینجا رشتهای طب دیگه اکاونتینگ بزنس اینا رو میخوانند. زنده باشید. خیلی میریم به طرف خانه، نقاشی ها رو میبینیم، یک آشپزی هم سارا جان میکنه و بیشتر صحبت خواهد کردیم. بله انشاءالله. بریم.
در ظرف یک هفته هم پرمیت خدا گرفتم هم لایسنس خدا. نام خدا، نام خدا. این اولین چیزی که دمی دروازه شما داخل میشین در خانه سارا جان، اولین چیزی که به چشمتان میخوره چی؟ یک نقاشی زیبا و مقبول و همه تو با ظرافت های عالی دیگه کار شده. هدفش اما احساسی هسته که یک عروس داره در شب عروسیش که خانواده خود نه حس شادی هسته نه حس غم است، چون یک خانواده که تمام عمرش همراهش بوده ترک میکنه و جدا و بله از عزیزای خود جدا بله و ای که به یک خانواده جدید میره خوشی از او است، خمونتا در عین زیبایی غم انگیز است. غم انگیز است و یکان پیاموهای عمیق دیگه هم در کنارش داره. بله که کلچر افغانی خدا خواستیم که به نمایش بگذارم. نقاشی یک گپ نمیزنه دیگه، کل چیزایش واقعی. اینم فکر کنید که پیران دامنش اینه واقعا واقعی است، موها واقعی است. بله حال چیز نگویم مرا به خدا هم میترسه بس که واقعی جور شده. و خود از این قسمت چادرم زردوز ایش هم واقعی است. و یک وقت شده که یک نقاشی رو کشیده باشی که در خیال یک چهره را او چهره را پیشوی تا آمده باشه؟ نه والا این نمی چهره این نمی دیگه خانم ما دیده من نمی فهم که دختر فیلم است یا کدام جایی. من باید اگه همیت فکر کنم منطقه چهره بر ما آشناست کدام آواز خان نباشه کدام کس نباشه. نه چون میکب من زیاد علاقه دارم باز امی چیره را که میکشم امو کل ظرافت های آرایش دم نقاشی خود پیاده میکنم. در میکب چقدر مصرف داری؟ جالبی از دوستا یکی خو خانما عادی میکب مصرف میکنن، یکی که باز نقاشی میکب کنی. این خانم بسیار میکب خوبم کردن که نام خود اگه آرایش خوبم برش کردی والا آفرین، بسیار مقبول است. این نقاشیتان از یک میلیون هم بیشتر میارزد. درمون تو در بهترین جا هم نصبش کردی که در خانه هم بریم نقاشی. در خانه یک نقاش آمدیم، شما دیگه توقعتان چی باشه در خانه نقاش چی می باشه؟ یک تکه نقاشی. و این نقاشی که پیام از این نقاشی چی است سارا جان؟ ما که میبینم یکان پیام از پیش میگیرم که زنجیر است و این طرف رنگش یک رنگ است و یک تخته است و قلم است. این نقاشی چی پیام داره؟ این در رابطه با بسته شدن مکتب دخترها است و گرفتن حق تحصیل دخترها. نه تنها دختر بلکه اینا حق یک انسان از اینا گرفتن. که در این نقاشی ما دو قسمت رنگه و سیاه و سفید کار کردیم. این دختره که است که مثل خودم امو حسی را که خودم داشتم خواستم چیز کنم نقاشی میکنه و با وجود موانعی که داره که دستش در دستش زنجیر است و تمام مشکلاتی که است اینجا با وجود از اونام قلم رسامی برس نقاشی داره و میخواهد دنیای خاکستری را رنگی کنه و پرنده است که به طرف آزادی میره و از زنجیر بله که با این سیم خاردار بله که دنیای رنگی و خاکستری را از یک دیگر جدا میکنه و طبعا در تخته که این طرف دختر خانم ها هستن با لباس های رنگی و شاد بله سیم ساد سل و جیم جنگ که در اون طرف خاکستری است و ای هم یک تفنگچه و قلم که در تضاد هستند. کی طرف تفنگ است و این طرف نوک پنسل یا قلم شده؟ بلیه. افغانستان ما متاسفانه که همیشه در طرف خاکستری بوده، یگان در طرف رنگ رفته، در رنگ رفتیم، پیشرفت شده، ترقی شده، یک جنب و جوش و یک حرکت پیدا شده، پس دوباره آمدیم به طرف رنگ خاکستری. و باز زیادتر سر خانما چی شده؟ همیشه سر خانما بله مشکلات آمده. تحصیل علم آموختن فرموده خداوند است که مساویانه باید زن و مرد علم و تحصیل داشته باشن و زیادتر خانما چون که
زنا است که رهبرا را به دنیا تقدیم میکنن و جامعه تقدیم میکنن، تربیه میکنن. و این نقاشی اگر در طرف خاکستری بانه سارا جان، با فکر میکنم تابال رو خامت مانده، چون که ایره با مو دید ای که مکاتب بسته شده شما ساختین، واقعا بسیار جگرخون کننده است. با خانمای افغانستان چون بسیار قوی هستن، از امو خاطر هیچ وقت نخواستیم که همیشه همین نقاشیم خاکستری باشه. ما باور داشتیم به تواناییشان که میتونن. امی قسم که در این چند سال مبارزه کردن و تانستن پیشرفت کنن، از این به بعدم میتونن انشالله. همیشه کوشش کردیم رنگ سیاه، سرخ، سبز در اکثر نقاشیم استفاده کردیم. بله، که چون رنگ بیرق ماست همیشه ایره استفاده کردیم. ایره دوستا بگیرین، در کل جای شریک کنین. من عکس شام شریک میکنم که شما در اینستاگرام و فیسبوک، یا این نقاشی رو شریک کنین. یک صدای بسیار بلند برای خانم هست. و همچنان مثلا در اینجا یک موضوع دیگر که اشاره کردیم که در این قسمت مثلا شاگردا حق دارن صدای خود بلند کنن، امی که دست خود بلند میکنی یعنی که یک صدا داری، اما اونجا فقط اما تو عاجز شیشتن و بدون. بله، کسایی که در افغانستان هستن مکاتب بسته هست و شما دلتان رنجیده و دلتان درد کرده که به خانه ها هستین و از حق تحصیل و تعلیم محروم هستین، ما دعا میکنیم که خداوند یک لطف و مهربانی خود کنه و شما به این آرزویتان برسین. و مثل سارا جان اینم قسم دخترها گذاشته شون استعداد فوق العاده بلند دارن. دیگه این رسامی و نقاشی تقدیم تمام دخترای افغانه که امیال برنامه را میبینن، حکایت تلخ زندگی شما و سرنوشت شما را این نقاشی میکنن. سارا جان نام خدا، یک از نقاشی های دیگه ای که من اون نقاشی های دیگه رو دیدم و یکش بیچاره در زمین بود، یکش بیچاره در سر تخته، ما این بسیار یک جای منظم برش جور کردیم. این نقاشی پیام های مختلف هم همیال گرفتم از این نقاشی، خودتان میشه تشویش کنین. خوی این نقاشی را ما پیش از اینکه این واقعی در سقوط کابل باشه اینا شروع کردم، فقط این قسمت در رویش رنگه کرده بودم که بازی پیش از سقوط که صورت بگیره شما این نقاشی را جور کرده بودید. طرحش کشیده بودم، اسکیجش کرده بودم. کابل سقوط کرد، مشکلات پیدا شد و مردم آواره شد. بعد از بازی نقاشی یک رنگ دیگه به خود گرفت. او رنگ هر روز و هر واقعی که میشد دهی اضافه کردم میرفت. و تو نبود که کدام طرح خاصی به تو در ذهنم بوده باشه که ما او را اسکیج کنم چیز. هر روز مثلا اضافه کرده. هر چیزی که در جریان سقوط اتفاق میفتاد، در روزایی که مردم مبر آمدن و مشکلات بود و حکومت سقوط کرد، هر چیزی که اضافه میشد شما در اینجا نقاشی شما اضافه میشد. میشه که بگوین که از کجا اضافه شده رفت؟ مثلا اولین چیز روز سیوم فکر کنم، روز سیوم یا دوم تخلیه بود که سه نفری که از هواپیما سقوط کردن بسیار به شکل فجیع. بله، که ایره من چون پرنده را اینجا رسم کرده بودم در پولیز تغیره این طرف پرنده بود. بله، باز وقتی که ایره دیدم اما یک آیدیا در ذهنم آمد که باید ایره تغیره جور شد. یک قسمتش پرنده، بال پرنده باشه و طرفش تغیره. بله، و بعد از او چند روز بعد بود که تفلک امو سرباز امریکایی برش میدادن. بله، این که چقدر یک کس باید درد داشته باشه، چقدر حس نامعلومی به نسل آینده خود داشته باشه که امو طفل خود از که از وجودش هست بته به یک سربازی که آیندهش نامعلوم است کجا میره. بله، و بعد از اون طفلک بود که داخل. بله، دخترک که در
بغل پدرش جان داد در داخل میدان هوایی. این تصویر هم دوستا در شبکه های اجتماعی بسیار دست به دست شد و این تفلک در زیر پای شده بود. و دیگه جمعیتی که در پشت گیت دیوار میدان هوایی بودن و کسایی که از مجبوریت شاید خنددار باشه در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد میگن که امروی بل برق آمده و چیز منتها به نظر من بسیار غم‌انگیز است، هیچ خنددار نیست که یک کس از آخرین داشته خود استفاده میکنه، گزینه خود که از این بدبختی نجات پیدا کنه. بله، وطن خود را ها. بله. و این طرف هم یک قسمت است. و این هم بله، پرتوی است که یک پرتو نورواری است در قسمت خاکستری که زیبایی های افغانستان نشان میده. که این بدبختی ها نباشه این کشور ماست. این دختر خانم هم گل زرده که داره و این قسمت که یک لبخند داره و این طرف رویش چشمای سبز جادویش خند لبخندش و دستایش که از بازی در بیرون خاک میگیره و چیز میشه. این قسمت کاملا شاد است. بله. و رقص به نظر من آماده آزادی است. که ایره خواستم بله و دخترکی که بله حق تحصیل داره کلمه صلح اونجا نشته کرده و از قسمت سیاه بیرق به عنوان تختی سیاه استفاده کرده و که بیرق ما در پشتش هست سیاه سرخ سبز و این قسمت یک عشق از این دخترک هم آمده به خاطر از اینکه همون طرف سختی و تلخی از تصویر نشان میده. میره باز در سوری خودم امو روزی که چشمشم میخواستم رسم کنم گفتم نمیفهمیدم یک هفته پیش که دخترکی که شاد و خندان است امروز گریان کنه. با خودتان چقدر سخت بود که یک نقاشی که کاملا یک هدف دیگه داشت که کاملا یک طرف شاد نشان میداد او رو یک بگبارگی رفت به یک عمق غمگینی که باید تمو واقعی افغانستان رو بیان میکنین. چقدر بخش ما سخت بود اگه بگویم در لحظه ما گریه کردیم عشق ریختیم. دقیق است، یعنی در وقت بسیار کم همه چیز. هدفی که برای آینده یک کس میسنجه و داخل وطنش داخل خاکش میباشه همه چیز به برگی به فنا میره و یک کسی که نقاش است مثل سارا جان یک نقاشی را جور میکنه با امید از اینکه این شادترین نقاشیش باشه، اما وقتی که یک مملکت به او بزرگیش سقوط میکنه همه نظامش از بین میره. نقاش تمام موضوعات نظام و سقوط و تلخی هموطنایش به یک نقاشی
و تصویر میکشه، چقدر غم انگیز است وقتی از یک حالت شادی که خودت خوشی را، پیام خوشی را انتقال بدی به هموطنانت، یک بار به غم تبدیل شوه و او غم داخل از خوشی جاگزین بذاری. این نقاشی بازم تمام قصه تلخ یک ملت به نام افغانستان بیان میکنه. واقعا آفرینتان سارا جان، ای اشکایی که امروز آمد به خاطر وطن بود، به خاطر هموطن ما بود، به خاطر صدها، هزارها، میلیونها هموطن ما به هر زبان، به هر جای افغانستان که زندگی میکنن، به هر زبانی که صحبت میکنن، به هر قومی که هستن، همشان نور چشم ما، عزیز ما و در قلب ما هستن. هر کسی که هر درد را میبینه، کل ما میبینیم یک جای. و سارا جان با این نقاشی خود امو حس وطن دوستی خود بیان کرده و همو قسم هر افغان ما در قلبش این موضوع است. ای که در بیرون چی موضوعات میشه و چی گپا هست و در رسانه اجتماعی یا کلش دروغ از دوستان، اینی حس واقعی یک افغان است، یک دختر افغان است. ای که از کجا است، از کدام قوم است، به کدام زبان صحبت میکنه، او هیچ مطرح نیست. این چهره زیبای افغانی که به یک طرف عشق داره، به یک طرف لبخند داره و این قسمت تلخی روزگار دیگه که نشان میده، این همش پیام های واضح از یک ملت به نام افغانستان، یک ملت غم دیده است. و واقعا برتان آفرین باشه. این تا جایی که من پرسان کردم، که معلومات گرفتم پیش از اینکه امروز سارا جان به تماس شویم، اید بسیار باستاب پیدا کرد به سطح جهانی این نقاشیتان در مو وقت های سقوط. رابطه بوام کوتاه اگه صحبت کنین، میفهم سخت هم از برتان، چون عشق ریختین به خاطر از این نقاشی و درد دوری وطن و درد هموطن، اما بازم یک صحبت کنین. دقیقا 3 روز بعد از امی حوادث بود که امی نقاشی را که تکمیل کردم، خبرنگار یک ویدیوی کوتاه گرفته بودم از نقاشی که باز یک خبرنگار CNN امروی ما به تماس شد در اینستاگرام که مصاحبه داشته با معتبر CNN بود، که بعد از او میدیای دیگه از تلویزیون انترنشنال برزیل بود، از یونان بود و از عربستان بود، دیگه همه ای کشورها تلویزیون انترنشنالشون بود که امروی ما مصاحبه داشتن. به خاطر کلشان سر سقوط افغانستان گپ میزنن و این تصویر تمام حکایت همه کرد، تمام حکایت همه کرد دیگه بدون شک. مجله انترنشنال در امو کورش دیگه در صفحه پیشویش بله وقت نمایشش گرفتن. بله بسیار بسیار باستاب جهانی گرفته این نقاشی. بله. یک باستاب جهانی داشته. دوستا ایرام انشالله که عکسش هم همراهش ما شریک میکنم، واقعا که یک تصویر، یک نقاشی به این شکل هزارها سخن می رسانه. اما قسمی که یک مطلب ما شنیدیم و واقعا نام خدایتان، آفرینتان، به استعدادتان برکت. نقاشان معروف دنیا، لیوناردو داوینچی ایتالیایی، نقاش و دانشمند قرن 15 میلادی. شهرت داوینچی بیشتر به خاطر نقاشی‌های معروف شام آخر و مونالیزا است. نقاشی مونالیزا قیمتی ترین و مشهورترین نقاشی دنیا به حساب می رود که ارزش آن به 900 میلیون دلار می رسد. پابلو پیکاسو، نقاش، شاعر، طراح صحنه و پیکرتراش اسپانیایی. پیکاسو یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن 20 میلادی بوده است. یکی از اثرهای معروف پیکاسو دوشیزگان آوینیون است. هم رسومی کردیم، ببینیم که چطور است. خب سارا جان، ما براتون یک رسم میکنم به یازه دیگه. برادرم گلدان یاد دارم و این گلدان ما یک گلدان میتونم دارم نیمه خود است گلدانی که ما میکشیدم. نام خودم بسیار معقول اندامی گلدان بسیار مشهور است. من دیگه دیگه باز دیگه چیزا را نمیتونم. خب
یعنی یک گلدان است دیگه. بسیار خوب. ما قبولش داریم در حساب گلدان داریم. بسیار اگه تداری یک چیز است که در میتونست در مکتب نمره 80 بگیرم دیگه از این گلدان. خب، این شده گلدان و یک دانه این بوتان های برتان نگه هستم کنم با؟ خواهد شد، مراحت کردیم. بله، این قسمت شاخچای زی یک کمک زرد چی هست؟ گلای ساختگی داره. نه، گل راستی هست. گل راستی هست؟ نه. خب، تازه هست. مدرم برمون. بسیار مقبول است. از ده بگفتی خودتا نشت است. از ده اشت میتونیم خواهد. دفتر بسیار مقبول دیگه سارا جان. دیگه چی میخواین که میگن که ما جای تنگی از اقا جای کلان دارین شما به اینجا؟ اینجا بسیار نقاشی ها و رسامی های مقبول دیگه هم هست که همون دلخواهیتان و پیشویتان ماندین. بله، اینا تقریبا همیشه دوست دارم. کارهای بسیار ظریف هسته اینا در سایز خورد. بله. دیگه بسیار دوستایی را خوش داشتن. ایره. بله. هم یک قیمتی ترین نقاشیتان چند بوده سارا جان؟ که فروختیم؟ دونیم. دونیم هزار دلار. دیدین دوستان؟ مقصد که خطاب نگه نه اینجا برو گپان است دیگه. و این رنگاز دیگه. بله. ما تو خیلی میکاپ هست. این رنگاز دوستان که شمال کدام چیز دیگه بگنن که میکاپ ها یا میز آرایش هست نه کلش رنگ هست. اکثر نقاشی فقط از این می ترکیب می چند رنگ. از ترکیب چند رنگ تنظیم میشه. آدم هست که ما میشناسیم یه کی هست اینه دوستای عزیز در بین از این کتابچه که رسامی ها و نقاشی های زیاد است از ما یک دانه بوده اینه سارا جان با مخلاقیت که داره یکی از نقاشی های ما رو لطف کرده که من نمیفهم کنده میشه یا نمیشه پیش خودش میباشه آینه یک دانه یک خط داره یک خط داره یک نقاش دیگه نام خدا همی روی میزش برس است و رنگ است و ورق است سر کار با می است چقدر دوستایتان سیاه شود چقدر بسیار قسم پیش آمده میشه دوستایم رنگی بوده درس رفتیم چیز یک کمی چی میگن خجالت میکشم خوب انتا دیگه و یه نمی خود چی هم؟ یک تقویمی است که از نقاشی خود جور کردیم یه نمی بسیار زیباست جنتری یا تقویم است که از نقاشی های خود سارا جان تنظیم شده ایره خود تو دیزاین کردی و چاپ کردی؟ او پیشک پیشک بسیار بسیار مقبول سارا جان چی میکنه پیشک؟ این پیشکه که من نامش چیز هست چیز هست خب؟ بله چیز شماست؟ بله کتان میباشه دیگه هم دم اومست همیشه در اتاق که نقاشی میکنم اینجا امروی میشینه دیگه امروی پرسکا ساتیر میکنه و فقط مادرم بسیار ممانعت میکرد اول پدرم هم بزال دیگه از ما کرد نام خدا پدر و مادر این غذایش به وقت میتنه خوب خیلی تنظیمات هم کار داره، ماهانه مصرف داره، آه، غذایش، تریتش، دیگه کشفش داره محال واک است، هنرمند افغان ما بله، محال واک، من چرت میزنم که همین چهره آشناس بر من چون محال جان خود دو سه سریال هم داد طلو ما تولید میکردیم وقتا کار میکردن و در برنامه ما معمولا میامدن دیگه طرف بالا سعی کردن چهرهشون ما کمک زر از دور نشد وقتا ما مال جان است بله نه بسیار مقبول باز مال جان خودشون خبر شدن بله از من خواهش کردن برشون روان کردن در واتساپ مال جان برای چند دقیقه دیگه میبخشی نقاشی دیگه یک اکس بود دختر خانم رویا جان حیدری اگه بشناسین
اونا یک عکاسی از این را کرده بودن، اما من کمی فرق آوردم اینجا چون چراغ بود، بلی من به جای شمع استفاده کردم اینا. چون وقتی گیره من منتشر کردم در صفحه اینستاگرام خود، اکثر مردم گفتن که نباید چادری استفاده کنی در نقاشی، دی هویت ما نیست. اما چیزی که من میخوایم به نمایش بگذارم این است که با وجود از اینکه تحمیل میشه برشان تمامی مشکلات، تمام تاریکی که دارن، اینا بازم دختر خانم ها قدر قوی هستن که میخواین از اندکترین امکانات خود استفاده کنن، درس بخوانن و پیشرفت کنن، ترقی کنن. یعنی که در اندازه که امکانات قدر محدود میشه، فضا قدر تنگ میشه، که این تصویر خودش نشان دهنده از امو است و خشن یک حالت بخی متفاوت، اما بازم به خاطر افغانستان درس میخوانم. خواستای هر مهاجر افغان است و در این خواسته هم چیزایی که هست که مثل سیم خاردار تنظیم شده، اما کلش یک کلمه و یک لغت است. مثلا اینجا زندگی، اینجا مهاجر، صلح، مثلا آزادی، محبت، عشق، نان، کار، تحصیل. در کشور دیگه مثلا اینا با هوش باز پذیرفته نمیشن و چقدر بیچاره است. یعنی مهاجرای مخصوصا افغان، چون از کشورهای دیگه رو دیدید مهاجرشان. عزیز، اینا من بسیار خاطره جالب دارم. وقت 23-24 سال قبل خانه را دوباره ما ساختیم، خانه خدا اولی را با زینایش سمت نکردیم. ما را می زینا می سمت که میشه خوشم می آمد که لشم لشم نی و که خشک میشد از امو دور که میشوشتیش پاک صفا، امو زینا را به یاد من انداختی زینا. بله بله، و این دیواره که امو دیوارای سابقه خانه قدیمی کابل چی زیبایی داره و این دختر زیبا. در باریز نقاشی هم صحبت کنین. این دختره که میخواستم قسمی رسامی کنم که اگه شما در دیزنی دیده باشین سیندرلا را که از زینا میایه، بله، و بوتش اونجا میمونه. این چیزا میخواستم رسم کنم، خب منتا قدر وقت تال پیدا نکردم که این بوت از اینجا مونده بوده زینا. اینه سارا جان خب مسئولی بزرگی یک بوت وقتش نداره که نقاشی کنه. لباس چرمدوزی افغانی کاملا، اینه این لباس مکمل اینجا مثل از اینکه شرش شده باشه، نصب شده و حتی اونمو قسمت ماتیکا و این موضوعات هم کلش واقعی است و این گلام تقریبا یک حس واقعی را داره، یک حس واقعی را میده. من فکر میکنم که بسیار نقاشاتم در کابل هم ماندنه. بله بسیار، خانه نامزدم است. خب نام خدا، نامزدتون در کابل هستن، یک سلام برش بگوین تا بال سلام هم نگفتی. کابل هستن، نامشون چی است؟ رشاد. رشاد جان، رشاد جان اینه، سارا جان امروز در پروگرام هستن و نام خدا آینده شما پر از خیر و برکت و محبت و صمیمیت باشه و نام خدا چی دختر لایق و با استعداد شما انتخاب کردین که هر نقاشی و هر اثرشان یک دنیا ارزش داره. دیگه افتخار باید کنن، عکس ها و نقاشی هایتان شریک میکنن؟ بله اولی نفر است. قبل قمن خیلی هست. بله بسیار مایت میکنن. بله نام خدا، نام خدا. در اینجا نقاشی نیست. مگر این ساعتتون خب این هست نه، بالاخره من گفتم بده اینا داش پس خانم نقاش در هر جا یک نقاشی باید باشه، چون سبک است در چون باز ده خانه پدر جان مادر جان برادرها یا نمیگه که بس که ساره دیگه نه هر جا یک نقاشی قدر انا روز یک تابلوگک بود همیشه سر از دوا بود، یکش میبردن داتا خود بازو میدید او را میگرفت و بارا میبرد. این وقت شده که در سر خانواده، سر ازای خانواده یک تابلو رو فروخته باشی؟ نه یکان دفعه اونتون هم گفت سر برادرها، چون وا باید که حق زحمات تا بپردازن. خب به چی پخته کردین سارا جان امروز؟ قابلی هسته دیگه،
سبزی قابلی اما غذای دلخواهی که من بسیار دوست دارم سبزی رو بسیار دوست دارم بسیار مزه‌دار چیز است قابلی خو فوق العاده در خانه بنام برنج خور من مشهور هستم اگه سه وقتم برنج بخورم صحیح است دیگه چیزای بسیار مزه‌دار وطنی است ان شاء الله که ایده گوشت مرغ است خب بیان که بکشیم که دوستان فامیل همگی یک جای بشینیم نان بخوریم هیچ ضرورت به خوردن از این زیبا مزه‌دار معلوم میشه قابلی دیگه بگیرین بخیر خود خوبی چقدر گرنگ است آفرین تن بخود دیگه یک دست گرفته بودیم بسیار مزه‌دار این همی آخری دیگه سارا جان برو که باز دیگه میمان نبیه بسیار مزه‌دار است قابلی فوق العاده وطنی دیگه تو گرم و داغ دور از دل شما دوستا شما برتون پخته کردین اگه در خانه هستین که باز چشم میگه که نمانه خیلی خوش آمدید. لطف کردین. همه شب بزرگوار. برکتتون بتا. زنده باشین. از ما کردین. زنده باشین. تشکر همه شب بزرگوار. بگیرین نان بگیر. تشکر. زنده باشین. میگیرین بچه‌ها شما بگیرین. یکم از دیرترم شد نان دیگه دست سبتی ها مصروف شدیم. سارا جان بسیار تشکر از همه چیز از لطفتان از غذای بسیار مزه‌دار و همچنان این نقاشی ها یار قصه کردیم دوستا واقعا بسیار خوشایند بود برام امروز همراه سارا جان و بدون شک زحمت تاش زحمت کار داره بدون زحمت نمیشه و دوستایی که سارا جان دخترایی که رسیدن به آمریکا تازه بیشتر از 70 هزار افغان که آمدن شما از تجربه خود 5 سال که زندگی کردین برشان چی میگین؟ کدام رشته را بخوانن؟ کدام درس را شروع کنن؟ چقدر متوجه محتاط درس ها باشن؟ کدام نکات بسیار مهم از دهی محیط و دهی فرهنگ و دهی کشور از دید شما شاید بسیار کمک کنه برای کسایی که همسن شما هستند اینجا هستند دخترها؟ از تجربه خود باید بگویم تا که میتونن فوکس شان از سر درس و تحصیل کنن چون اینجا بسیار یک چی میگن برتری که مهاجرین دارن ای است که امو حق تحصیل رایگان برشان فراهم میکنن یعنی حتی بر خود امریکایی ها نیست چون هزاران دلار برشان چیز هزینه میبره که هر سمستر اونا درس میخوان بخوانن در کمیونیتی کالج یا که یونیورسیتی از دالی که به مهاجرین تا 5 سال دانشگاهشان و کالجشان فری هسته و از این یک فرصت بسیار کلان است دیگه خصوصا به دختران فرصت خوب است تا که میتونن باید استفاده کنن چون درس یکی از بخشای بسیار کلان زندگی خود در امریکا بسازن هر کسی که از هر سنی که است درس که هستن چون اینجا بسیار انتخابم به مو چیزی که علاقه داشته باشی میتونی مثلا مشخص نیست که انجینری پایسیج زیاد باشه برو مورش تره بخوان خوش آمستی خفا آمستی هر رشته علاقه داشته باشی کار است و زمینه ایش هست آینده داره بله فقط پشت کار تلاش داشته باشی از کار یاد کردین سارا جان بدون شک که سالهای اوله که آدم میرسه به یک فضای متفاوت و محیط متفاوت باز شکل میشه که حتی زنا که در افغانستان کار نمی کردن یا مسئولیت زیادتر به دوش مردمی بود اینجا فضا فرق میکنه من فهم شما باز مصروف کار شدین کار کردین نکردین در این فضا طبعا اینجا که می باز مصارف هم زیاد است و همه چیز مجبور استی کارم کنی که یک آید داشته باشی از هم مصرف خود برای در استور کشیری میکردم و در والمارت والا کشری والمارت هم بسیار سخت است یه بلای کلان کلان نام خدا هم یه هر کراچی را که میبینی پر میباشد او من رقم کاستومر از باز مشتری که میه یکش حسابش خراب است یک روز بعد داشته یکش خوش است دیگه هر رقم آدم از سر میخوری شما نمیدید که من نقاش هستم من از یاد آزار ندی خب باید دیگه آدم تحمل کنه یعنی او روزا هم میگذاره مثلا خود مصروف چگر رو چیز کنی باز دیگه بسیار هم مصرف دارم از کار میمانی هم از درس میمانی
منتها می چند سال اول من میگم هر قدر سختی بیه باید آدم دگردن بگیره بکشم سخت. من کاملا هم نظر تانستم دمی سالای اول خصوصا هر چقدر که آدم انرژی خود به کار به درس و به ساختن یک زیربنا در اینجا به خود مصرف کند، چون که مصارف زیاد از یعنی کرای خانه از ده ها مصرف دیگه است، اگر از این چیزا کار کنه از این چیزا خود بیغم کنه یک ذره یک خانه داشته باشه من فکر میکنم بسیار راحت تر خواهد بود. چون چکر میری بگوی نگویی 100% تا $1000 مصرف داره، چرا امور سیو اپ نکنن؟ چون هر ماجری که اینجا میایه هیچ کدامش تا بند خانه ندارن، خانه کرایی هسته، خود چرا باید مصارف اضافی کنن؟ میتونن سیو اپ کنن. باز وقت چکر ها میرسه دیگه یک ذره حوصله کنین، تجارت که شروع شد کاروبار بهتر شد، وقت کافی می داشته باشین باز میتونین که انشالله برین به چکران برین. نمیدونم نقاشی من خوشت آمد یا نه، نمره چند میتی برش، اما گلدان را که برات رسم کردم. همین جالب چی است که در این مکتب دوستان ما زیادتر که چی میشد مضمون رسامی میشد استاد باز خودش نمره میداد، نمید برو گمش که از یا چیز خیر نیست. شما شاید در مکتب دیگه بلندترین نمره رو در اسامی میگرفتیم. تقریبا کل صنف باز استاد میبر آمد، از کل صنف هم هم میکشیدم نقاشی شد استاد که بیام هم کل از یک رقم هست. آه دیگه بسیار سرعت عمل هم کار از نده و رسامی های مکتب. چی خاطرات خوشایند و دوست داشتنی از مکتب داشتیم که فقط یک درخت میتونستیم رسم کنیم که گلدان که یک خانگک که تو خانگک میشد باز یک دودرو برش میدادیم دیگه، اینم یک چند رسم خلاصه میتونستیم گل میتونستیم رسم کنیم. اما واقعا که خود از یک خلاقیت است شما نام خدا هم قسمت ذهنتون کاملا دیگه باز بر ما یک الکین داده بود دیگه، بسیار مشکل بود بر کسایی که نمیتونست که او رو بکشیم رسم میشه دیگه. عالی است، عالی است. تشکر سارا جان، یک روز بسیار فوق‌العاده عالی بود و با اعضای فامیل هم ما را معرفی میکنی نمیکنی هستن نیستن؟ خواهر برادر هستیم و پدر جان و مادر جان هستیم. بنده باشیم، خیلی بریم به طرف فامیل عزیز. دوستان اینجا نام خدا با اعضای فامیل سارا جان هستیم. سارا جان میشه که معرفی کنین اعضای فامیل هستیم؟ پدر جانم هست نام خدا و برادرم. نام خدا اسم مبارک چی هسته؟ سلام برسه. سلام علیکم به شما و بیننده های عزیز. عبدالمومن رحمانی. عبدالمومن جان رحمانی بسیار عالی. و عبدالمومن رحمانی. عبدالمومن جان رحمانی. عبدالمحسن جان رحمانی. کلگی به میم شروع شد دیگه. بله. همینطور از رحمانی سر. این شکل نامای خانگی شون. این سرمایه ما وطن است. زنده باش. جوانا دیگه هدف اساسی ما آمدن به امریکا صرف به خاطر همی بود که یا استعداد داشتن. بله. حالا وطن نمیشد که استعداد از یارش تازه شد. دقیق است. با مخاطر هستی ما آمدیم به امریکا و اینجا که آمدم یک چند دوره کار کردم دیگه. نگفته نمونه که در سانتیاگو میگن بخت ما بسته کردن دیگه، خواهی ما بسته کردن نموجا نموجا سال نامزاد شده. بخت نیم بخت نیم آگه بخت خدا نکنه بسته شد بختت باز شد. بختت باز شد، بختت باز شد، پایت باز خوب از کرد بکنه میره در پشت سر خیر همی خود از جام جالب هست. خودشان هم در بخش اکانتینگ و ما حسابداری درس میخوانن. بسیار این هم خودم همرشته هست این دیگر. بله همرشته خوبی. اگر اقتصاددان ها یک جای ازدواج میکنن اگر اقتصاد بسیار قوی بخیر در راه است. بله انشالله. به هر کس که قصه را میکنیم میگه آفرین تان، در ظرف 5 سال خود رساندین، آفرین تان. بازم تمامش از بخاطر امو اساتید محترم، بخاطر پدر جانم و مادر جانم و امی فامیل و خواهرم که تمامشان کوشش کردن که دست به دست یکی دیگه دادیم که تانستیم پیشرفت کنیم. و بسیار تشکر از لطفتان، از همتان، از سارا جان، از رحمانی صاحب، از همه شما. شما از میمان نوازیتان، از امروز که ما آمدیم در کنار شما بودیم و یک دیدار بسیار عالی و وطندار بود امروز. خیلی خوشحالم. زنده باشین. شما را خداوند برکت بده. دوستایی بود دیدار وطندار. شما نظریات خود در کامنت با من شریک کنین، ما کل نظریات میخوانم. کانال سابسکرایب کنین،
ویدیویی که سارا جان زندگیش از را که در آمریکا زندگی میکنه و یک نقاش بسیار موفق است، انجینری میخونه. این قصه داستان اگه دوستاتون نشینه همراهشان ویدیو رو شریک کنین. نظراتتون بسیار مهم است که دیدارهای بعدی ما با کجا باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان. تل دیوی افغانستان.